سرخط خبرها، تظاهرات هزاران دانشجو، تظاهرات هزاران دانشجو در پی تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد در تهران. خانواده کشته شدگان و دانشجویان خواهان استعفای ولایتی شدند. استقبال اسرائیل از گردش به راست برزیل. نتانیاهو میگوید رئیس جمهور جدید برایش مثل یک برادر است. اعتراض هایی که ایران لرزاند. دیماه پارسال 100 شهر چگونه همصدا شدند؟ و پیشرفت دنیای اینترنت و فناوری به سرعت برق و باد. سلام و عصر بخیر. هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تهران در اعتراض به واژگونی اتوبوس این دانشگاه خواستار استعفای علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنای این دانشگاه، و محمد مهدی تهرانچی، رئیس آن شدند. در واژگونی این اتوبوس فرسوده که ترمز بریده بود، 10 نفر کشته شدند و بیش از 20 نفر هم زخمی. بسیاری از آنها دانشجویان. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. صدای اعتراض دانشجویان و خانواده های آنهاست به کشته شدن 8 دانشجوی دانشگاه آزاد و پدر یکی از آنها در تهران. مادر نیلو رادمهر از دانشجویان خواست در کنار او بمانند تا حق دخترش و دیگر قربانیان را پس بگیرد. دانشجویان میگویند خواستار استعفای مسئولانی هستند که باعث مرگ دانشجویان شدند. علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد، گفته مسئولان تمام تلاش خود را برای درمان و بهبود وضعیت مجروحان این حادثه انجام خواهند داد. دانشجویان اما خواهان استعفای او و محمد مهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد، هستند و میگویند ناوگان اتوبوسرانی دانشگاه باید نوسازی شود و در طول مسیر دانشگاه حفاظ ساخته شود. در مقابل ساختمان علوم انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات شعارها تندتر هم بود. خبرگزاری ایسنا این تجمع را خودجوش خوانده. بسیج دانشجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برای برگزاری تجمع و مراسم عزاداری برای دانشجویان کشته شده در تصادف اتوبوس این دانشگاه درخواست مجوز کرده بود، اما همزمان با برگزاری مراسم اعتراضی امروز در دانشگاه آزاد و سر دادن شعار علیه رؤسای دانشگاه، بسیج دانشجوی دعوت به برگزاری این تجمع را تکذیب کرد. دلیل واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات هنوز مشخص نشده. آنچه قطعی است، فرسودگی و نداشتن معاینه فنی این اتوبوس است. سوال این است که دانشگاه آزادی که به گرفتن شهریه‌های هنگفت از دانشجویانش مشهور است، چرا برای تأمین امنیت جانی آنها فکری نکرده؟ فرین عاصمی، BBC. فرنوش امیرشاهی که این تحول را با دقت دنبال کرده اینجا با ماست در استودیو. خانم امیرشاهی، هیچ نشانه ای هست که آقای ولایتی میخواد استعفا بده؟ تا این لحظه نشونه ای به نظر نمیرسه، به دلیل اینکه اگر روند انتخاب آقای ولایتی و مدیریت اون رو بررسی کنیم میتونیم نتیجه بگیریم که آیا این اتفاق میفته یا نه. آقای ولایتی دقیقاً 11 روز بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به سمت رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد انتخاب شد که همون زمان محل مناقشه بود که آیا این حکم باید از طرف اعضای هیئت مدیره صادر میشد
میشد یا رهبر این رو این اختیار رو داشت که این حکم رو صادر کنه. بعد از اون آقای ولایتی عمل کردش در دانشگاه آزاد به گونه‌ای بوده که نزدیکان هاشمی رفسنجانی اون رو هاشم زودایی توصیف میکنن به دلیل اینکه حالا تغییراتی ایجاد کرد، بعضی از مدیران رو برکنار کرد، بخشنامه‌های در مورد حجاب صادر کرد، در مورد پوشش. در یک سخنرانی به طور مشخص گفت که دانشگاه باید اسلامی باشه و با ترویج اون چه که خلاف اسلام و انقلابیگری هستش مبارزه بشه. تا اینجای کار خب به نظر میاد که آقای ولایتی در راستای آنچه که مورد نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده عمل کرده و در نتیجه دلیلی برای برکناریش میتونه وجود نداشته باشه. از طرف دیگه دانشگاه آزاد نهادی هستش که بسیار قدرتمند و ثروتمند هستش، یک بازوی سیاسی مهم هستش. در طول این سالهای گذشته در بعضی از انتخابات میتونیم ببینیم که نقش داشته. مثلا در انتخابات مجلس ششم گروهی بود به نام چکاد آزاداندیشان که از طرف دانشگاه آزاد حمایت میشدن، یا عبدالله جاسبی خودش چندی ما کاندیدای ریاست جمهوری بود، آقای ولایتی خودش یک چهره سیاسی هستش. در نتیجه وقتی که اتفاقاتی از این دست هم میفته با اینکه تلفات جانی به همراه داره، ولی به دلیل اینکه بعد سیاسی اون پررنگ هستش، باز هم این مسائل در حاشیه همین مسائل سیاسی و ایدئولوژیک قرار میگیره. آقای ولایتی چقدر مسئول هست؟ چقدر واقعا قبول کرده مسئولیت رو؟ ببینید، اولا که در مورد اتفاقی که در دانشگاه علوم تحقیقات افتاده، موضوع خود دانشگاه علوم تحقیقات موضوع تازه نیستش. یه زمانی احمد خرم وزیر راه دولت آقای خاتمی گفته بود که زمین این دانشگاه در ارتفاع 1800 متری ساخته شده با شیب خطرناک و قلدر معابانه به گفته آقای خرم تصرف شده. در این تمام این سالها امنیت این دانشگاه محل مناقشه بوده، چه در زمان آقای ولایتی چه در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، و اقدامی نشده. از اون طرف آقای ولایتی خودش چهره ای هستش که شخصیتی داره که نزدیک به 40 حکم و شغل در حال حاضر داره. فردی هستش که 72 ساله هستش، خیلی مدیریت پویایی در این نهاد نداره اونچنان که باید حالا به همه مسائل به نوعی اشراف داشته باشه. در نتیجه اتفاقاتی از این دست باعث میشه که باز هم به فراموشی سپرده بشه، مثل حوادثی که مثلا 9 حادثه قبلی تصادفی که در دانشگاه‌های آزاد ایران اتفاق افتاده بود و کلا دانشگاه‌های ایران. فرنوش خیلی ممنون. فرنوش امیرشاهی همکارمون اینجا در استودیو. موضوع امروز برنامه هشتگ شما هم درباره همین سانحه مرگبار و ایمنی مراکز آموزشی در ایرانه. برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران از زندانیان دو تابعیتی به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده میکند. جرمی هانت به مناسبت 1000مین روز زندانی شدن نازنین زاغری رتکلیف با رادیو داخلی BBC مصاحبه میکرد. خانم زاغری که ایرانی بریتانیایی است به اتهام مشارکت در براندازی نرم حکومت زندانی شده. جرمی هانت میگوید بریتانیا با کشورهای زیادی اختلاف دارد، اما به جز ایران هیچ یک از این کشورها با زندانی کردن افراد به گفته او بیگناه از آنها به عنوان ابزار فشار دیپلماتیک استفاده نمی کنند. ابراهیم اصاف وزیر خارجه جدید عربستان سعودی گفته است تغییرات تازه در کابینه این کشور ناشی از فشارهای بین المللی نبوده و هدف از آن بهبود کارایی دولت بوده. ملک سلمان پادشاه عربستان 2 روز پیش عادل جبیر را از وزارت خارجه این کشور برکنار کرد و ابراهیم اصاف را جایگزین او کرد. عربستان اخیراً به دلیل قتل جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در ترکیه زیر فشار کم سابقه بین المللی بوده. با این حال ابراهیم اصاف میگوید کشورش در بحران قرار ندارد.
وزارت کشور مصر میگوید پلیس در یک عملیات امنیتی 40 نفر را که آنها را تروریست خوانده در جیزه و سینای شمالی کشته است. بر اساس این اطلاعیه این عده یک رشته حمله را به اماکن توریستی، کلیساها و نظامیان برنامه ریزی کرده بودند. دیروز انفجار یک بمب دستساز اتوبوس حامل گردشگران ویتنامی را در محوطه اهرام باستانی جیزه هدف قرار داد و جان 4 نفر را گرفت. در برزیل رئیس جمهوری منتخب ژایر بولسونارو از شروع فصل تازه‌ای از همکاری با اسرائیل خبر داده. او از نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که به برزیل سفر کرده به گرمی استقبال کرده و گفته آقای نتانیاهو برای او مثل یک برادر است. بنیامین نتانیاهو هم با کلماتی مشابه از او یاد کرد. رئیس جمهوری جدید برزیل دولت‌های آمریکا و اسرائیل را متحد خود می‌داند. سیاوش اردلان در گزارشی میگوید اتحاد این سه کشور میتواند پیامدهای مهمی برای جهان و ایران داشته باشد. اولین سفر یک رهبر اسرائیلی به برزیل. تصاویری که میبینید با اهمیت چنین سفری جور در میآید. نوع رابطه جدید برزیل و اسرائیل را امروز باید در نوع رابطه بین بنیامین نتانیاهو با ژایر بولسونارو رئیس جمهور منتخب و دست راستی برزیل مشاهده کرد. تکه کلام هر دو رهبر برادری بود. ژایر بولسونارو با عرقچینی بر سر همراه با بنیامین نتانیاهو به کنیسه بزرگ ریو دو ژانیرو رفتند و در ستایش از یکدیگر از هیچ عبارتی فروگذار نکردند. ما فراتر از دو شریک هستیم. دو برادریم. امروز من با افتخار پذیرای مردی هستم که برای من تجلی میهن پرستی، ایثار و خدمت به مردم است. آقای بنیامین نتانیاهو. ما در کنار هم با رابطه‌ای برادرانه به اهدافی دست خواهیم یافت که هیچ کس تصور نمی‌کرد. ما توافق کردیم کارهایی کنیم که مسیرهای تازه‌ای را بگشاید. مسیرهای مثل مسیر انتقال سفارت برزیل از تل آویو به بیت المقدس که ژایر بولسونارو وعده آن را داده. اینها تحولی بزرگ در روابط بین الملل است که جابجایی قدرت در برزیل از چپ به راست رقم زده. تحولی که دولت‌های اسرائیل و همینطور آمریکا را کنار دولت متمایل به نظامیان و شرکت‌های بزرگ تجاری در برزیل قرار می‌دهد. مراسم تحلیف ژایر بولسونارو روز سه‌شنبه است. مهمان‌های اصلی بنیامین نتانیاهو و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا. راست‌های دنیا متحد شدند و رهبران چپگرای کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا در آمریکای لاتین به مراسم دعوت نیستند. و در محفلی که آمریکا و اسرائیل گل سرسبد آن باشد، ایران یک دشمن است. ایرانی که سال گذشته برزیل 4 شریک تجاریش در دنیا بود، با بیش از 2 میلیارد دلار واردات، مخصوصاً واردات مواد غذایی مثل ذرت و سویا و شکر و همینطور دارو. ایران میتوانست در مقابل تحریم‌های آمریکا بر روی دوستی برزیل حساب کند که بیش از 1 میلیارد دلار خط اعتباری برای شرکت‌های برزیلی گشود که حاضر باشند با ایران داد و ستد کنند. اما همه اینها امروز در خطر است. فردی که گفته می‌شود وزیر خارجه آینده برزیل است، جمهوری اسلامی را یک حکومت بنیادگرای اسلامی خوانده که خاورمیانه را مسموم کرده است. و این مرد، پسر ژایر بولسونارو هم گفته پیروزی پدرم یعنی پایان دوستی ایران و برزیل. دولت ایران با علم به چنین خطری به هر حال برای ژایر بولسونارو پیام تبریک فرستاد. زیرا امیدوار است مردی که متمایل به تجارت و پول درآوردن است، شاید نخواهد به خاطر مسائل سیاسی از خیر داد و ستد با ایران بگذرد. اما بعد به یاد داشت درباره دونالد ترامپ هم همین حرفا را می‌زدند. اتحاد تازه دولت‌های برزیل، اسرائیل و آمریکا مثلثی را تشکیل می‌دهد که دیر یا زود نامی برای آن پیدا خواهد شد. سیاوش اردلان، بی بی سی. برنامه خبری بی بی سی را با سرخط خبرهای مهم روز ادامه می‌دهیم. هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تهران در اعتراض به سانحه واژگونی اتوبوس این دانشگاه خواهان پاسخگویی مقام‌های دانشگاه شدند. رهبران برزیل و اسرائیل میگویند فصل تازه‌ای از همکاری دو کشور شروع شده است. در ادامه برنامه
پیشرفت دنیای اینترنت و فناوری به سرعت برق و باد. روسیه و ترکیه توافق کردند که عملیات نظامیشان را در سوریه هماهنگ کنند. این تصمیم یک هفته بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکا از سوریه گرفته شده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید در دیدارش با مولود چاوشاوغلو همتای ترکیه‌اش به این درک و تفاهم رسیده است که همکاری نظامی روسیه و ترکیه چگونه برای مقابله با تروریسم در سوریه ادامه پیدا کند. در مسکو با توجه به تحولات مربوط به شهر اهمیت این داستان با تحولات شهر منبج بیشتر شده. ارتش سوریه دیروز مدعی شد بعد از 6 سال به دعوت کردهای مخالف ترکیه وارد این شهر در شمال سوریه شده. ادعایی که هنوز منابع مستقل تاییدش نکردند. علی سعدزاده تحلیلگر امور سیاسی خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، دیدم که آمریکایی‌ها چند ساعت پیش گفته بودند که در خود شهر منبج که نشانه ای از تغییر آرایش نظامی در منطقه ندیدن. در منبج چه داره میگذره؟ ما هنوز دقیق نمیدونیم، خبرهای متناقض داریم. همین الان، یعنی در حقیقت 5 دقیقه، آقای پسکوف سخنگوی کرملین، سخنگوی آقای پوتین اعلام کرد که شهر به دست سوریه افتاده و پرچم سوریه در شهر منبیج هست. دیروز هم پس از اعلام اینکه کردها از اسد خواسته بودند که در برابر ترکیه به کمکشون بیاد، تلویزیون سوریه یک صف بسیار درازی طویلی از نیروهای سوری رو نشون داد که در حال نزدیکی به منبیج هستند. ولی 1 ساعت بعدش آقای ادوان گفت اینا همه جنگ روانی است و اتفاق عجیبی نیفته. و این هم حالا اضافه کردید شما که آمریکایی‌ها گفتند هنوز اتفاقی نیفتاده در منبیج. ولی ظاهرا نیروهای، یعنی بعضی از خبرگزاری‌های عربی که چندان هم نزدیک به بشار اسد نیستن، گزارش میدن که نیروهای سوری واقعا به اطراف شهر منبیج نزدیک شدن. اینکه حالا وارد شدن و تونستن که پرچم سوریه رو بر شهر اداری اصلی اون شهر برافراشته کنند یا نه، اون رو ما هنوز نمیدونیم. ولی عکس پرچم برافراشته شده رو دستگاه‌های وسایل ارتباط جمعی سوریه بسیار مفصل پخش کرد. اهمیت این ملاقات دو طرف وزیران خارجه روسیه و ترکیه در مسکو امروز چیه؟ به هر حال صحبت از این میکنن که توافق کردن که عملیات نظامیشون رو هماهنگ کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ترکیه تصمیم داره که به واقعا کردها در شمال شرق سوریه حمله بکنه، حتما بایستی با روسیه هماهنگی بکنه، چون روسیه مخالف چنین کاری است، چون مغایر به اصطلاح اون خواسته اصلی همیشگی هست که اسد بایستی بر تمام سرزمین سوریه مسلط باشه. بعضی از خبرگزاری ها میگن که اون چی که امروز در مسکو بین این دیپلمات های ترکی و روسی میگذره در حقیقت صحبت بر سر آینده سوریه هست. ممکنه اغراق‌آمیز باشه، ولی خیلی خیلی مهم هست. هر دو طرف برنامه‌هایی دارن که در عین اینکه بایستی با هم هماهنگی بکنه همونجوری که شما گفتید، در این حال متناقض هستن. از یک طرف ترکیه نمیتونه که به کردها حمله نکنه، چون این مسئله اصلیش بوده و اجازه نخواهد داد که اونجا به اصطلاح یک چیزی شبیه دولت کردی ایجاد بشه در امتداد با مرز خودش. از طرف دیگه روسیه هم در یک بنبست هست، از یک طرف نمیخواهد که اردوغان رو ناراضی نگه داره، چون به هر حال به زحمت تونسته اردوغانی که عضو ناتو هست، متحد آمریکا هست، به نحوی به خودش وابسته بکنه ترکیه رو. بنابراین مایل نیست روسیه که ترکیه رو از دست بده. از طرف دیگه مایل هم نیست که متحد دیگرش اسد رو ناراحت بکنه. به همین علت این هماهنگی که ازش صحبت میکنند یک هماهنگی بسیار بسیار سختی خواهد بود. آقای سعدزاده، خیلی ممنون از شما. علی سعدزاده تحلیلگر امور سیاسی خاورمیانه از فرانکفورت با ما بود.
سال گذشته در چنین روزهای خیابانهای بیش از 100 شهر ایران شاهد اعتراضهای شدید خیابانی بود. اعتراضهایی که ابتدا در مشهد علیه گرانی و سیاستهای اقتصادی دولت شروع شد اما خیلی زود به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد با شعارهایی علیه حکومت و سیاستهای داخلی و خارجی آن. مسعود آذر در سالگرد این اعتراضها نگاهی کرده به آنچه که در دی ماه گذشته رخ داد و پیامدهای آن. یک سال از اعتراضهای دی ماه گذشت. اعتراضهایی که از نظر دامنه گستردگی در عمر جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بود. شعارها کم سابقه. در اعتراضهای مشهد و قم شاهان پهلوی را صدا زدند. اعتراض‌ها از مشهد شروع شد اما کبریتی بود بر انبار بارود به وسعت ایران. محور اعتراض‌ها نه به گرانی و سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی بود اما به بیکاری، فساد گسترده در حکومت و دولت کشیده شد. امام جمعه مشهد و بخشی از محافظه‌کاران مخالف دولت متهم به راه اندازی این اعتراض‌ها شدند. اتهامی که رد شد. از اعتراض‌های سال گذشته به عنوان شورش یا طغیان طبقه فرودستان، فقرا، گرسنگان، کارگران، بیکاران و تعابیری از این دست یاد می‌شود. کسانی که جانشان به لب رسیده. اکبر آمریکا و حکومت دوباره برای کنترل اوضاع و به قول خودشان پایان فتنه راهپیمایی در حمایت از رهبری و نظام را انداختند. شبیه 9 دی ماه سال 1388 ساعت 4:50 دقیقه بعد از ظهر دم تئاتر شهر. درباره شمار معترضان اطلاعات دقیقی در دست نیست. بر اساس گزارش‌های رسمی در این اعتراض‌ها 25 نفر کشته شدند. شمار زخمی‌ها معلوم نیست و گزارش‌های غیر رسمی می‌گوید حدود 5000 نفر هم بازداشت شدند. و حالا هم نه به گستردگی دی ماه سال گذشته اما اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری، بازاریان، کامیونداران، معلم‌ها و قومیت‌ها در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. وزیر کشور می‌گوید جای نگرانی نیست. دشمنان از اتفاق‌های ایران تحلیل غلط دارند. متفرق نشید آقایون. و دعوا یک دعوای خانوادگی است. مسعود آذر، بی بی سی. در برنامه 60 دقیقه امشب به سالگرد تظاهرات دی ماه پارسال بیشتر خواهیم پرداخت همراه با پخش نسخه کامل گزارش مسعود آذر. دو روز به پایان سال میلادی باقی مانده فرصتی داریم برای مرور آنچه که در سال 2018 در دنیای اینترنت و فناوری گذشت. از فعالیت‌های سایبری ایران و روسیه تا حریم خصوصی افراد و سوء استفاده شرکت‌ها از اطلاعات شخصی کاربرانشان. گزارش بهرنگ تاجدین رو ببینید. 2018، سالی که بزرگترین شبکه اجتماعی جهان مجبور به عذرخواهی شد، سامسونگ نخستین گوشی با صفحه نمایش تاشو را به نمایش گذاشت، حباب رمز ارزها ترکید و فعالیت ایرانی ها بارها تیتر رسانه ها شد. در طول سال چندین بار چشم ها به فیسبوک و مدیراملش دوخته شد. مارک زاکربرگ متهم بود از استفاده احتمالی روسیه و دیگران از این شبکه اجتماعی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و نیز همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چشم پوشی کرده. مشخصه که ما به اندازه کافی برای جلوگیری از استفاده آسیبزا از این ابزارها تلاش نکردیم. استفاده برای اخبار دروغین، دخالت خارجی در انتخابات یا سوء استفاده از اطلاعات مردم. ما به مسئولیتمون توجه کافی نکردیم و بابت این عذر میخوام. کمبریج آنالیتیکا، شرکت مشاور سیاسی که در کانون این رسوایی ها بود، اول ماه مه تعطیل شد. شرکتی که از اطلاعات 87 میلیون کاربر فیسبوک
برای هدفگیری دقیق رای دهندگان در این دو رای گیری استفاده کرده بود. کریستوفر وایلی، کارمند پیشین کمبریج آنالیتیکا، نقشی کلیدی در افشای نقش این شرکت در همه پرسی برگزیت داشت. وقتی شما یه اطلاعاتی رو روی فیسبوک یا هر شبکه اجتماعی دیگه میذارید، کسی حق نداره بدون اجازه ازش استفاده کنه. کمبریج آنالیتیکا اطلاعات مردم رو بدون اجازهشون برداشته و ازش سوء استفاده کرده. به جز فیسبوک، توییتر و گوگل هم مجبور به پاسخگویی و اعضای کنگره آمریکا شدند. اگه کلمه ابله رو گوگل کنین، یه عکس دونالد ترامپ میاد. How do you explain این تبعیض گوگل علیه دیدگاه‌های محافظه‌کارانه رو چجوری توضیح میدین؟ بهتون اطمینان میدم که ما بدون توجه به دیدگاه‌های سیاسی کار میکنیم. الگوریتم‌های ما اصلاً جهت‌گیری سیاسی رو نمی‌فهمن. ولی سال 2018 برای غول‌های فناوری خبرهای خوب هم داشت. اوایل ماه اوت ارزش شرکت اپل حتی قبل از آنکه جدیدترین مدل‌های آیفون را رونمایی کند به 1 تریلیون دلار یعنی 1000 میلیارد دلار رسید. یک ماه بعد ارزش شرکت آمازون بزرگترین خرده فروش اینترنتی هم از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرد. هرچند که ارزش هر دو شرکت در ماه‌های بعد روندی نزولی داشت و این مایکروسافت بود که بعد از 2 دهه دوباره به گران‌ترین شرکت جهان تبدیل شد. در مقابل رمز ارزهایی مثل بیت کوین سال سختی را پشت سر گذاشتند. بیت کوین که قیمتش اواخر 2017 به مرز 20 هزار دلار رسیده بود، در یک سال بیش از 80% افت ارزش داشت و ارزشش به کمتر از 3500 دلار کاهش یافت. حباب بسیاری از رمز ارزهای دیگر هم در طول سال ترکید. شرکت سامسونگ نخستین موبایل با صفحه نمایش کاملا تاشو به نام اینفینیتی فلکس را هم به نمایش گذاشت. این گوشی احتمالاً اوایل 2019 به بازار می آید. Google Assistant actually calling a real salon. گوگل هم پیشرفتش در زمینه هوش مصنوعی را با فناوری دوپلکس به نمایش گذاشت. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. سیستمی که به جای شما تلفن میزند یا جواب تلفن را میدهد. ولی اتحادیه اروپا گوگل را بابت مجبور کردن سازندگان گوشی به نصب اپ‌های جستجو و مرورگرش روی گوشی‌های اندروید 5 میلیارد دلار جریمه کرد. گوگل از روش‌های غیرقانونی برای تحکیم جایگاهش در جستجوی اینترنتی استفاده کرده. سربازان سایبری ایران بارها در طول سال 2018 خبرساز شدند. در نخستین روزهای سال، بی بی سی فارسی و نیویورک تایمز نتایج تحقیقی را منتشر کردند که نشان می‌داد چگونه چند گروه هکر مرتبط با حکومت ایران مقام‌های دولت را هدف گرفتند. می‌بینید که وقتی مثلا به نماینده‌های مجلس اسرائیل یا فعال‌های حقوق زن مقیم بریتانیا حمله میشه، همزمان و دقیقاً با همون ابزارها اعضای دولت روحانی رو هم هدف می‌گیرن. در طول سال، توییتر، فیسبوک و گوگل از شناسایی و بستن سایت‌ها، صفحه‌ها و گروه‌های خبر دادند که از جانب ایران ولی در ظاهری خارجی مطالب و محتوای مطابق با سیاست خارجی ایران منتشر می‌کردند. می توانید اینطور بگویید که 2018 سالی بود که بدگمانی به روسیه دامن ایران را گرفت. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. به پایان این بخش خبری می رسیم. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهیم بودیم.